اندیشه های جاویدان سعدی. اگر توقع احترام از دیگران داری، مگوی آنچه طاقت نداری شنود، که جو کشته گندم نخواهی درود. چه نیکو زدست این مثل بر همن، بود حرمت هر کس از خیشتن. چو دشنام گویی دعا نشنوی، به جز کشته خیشتن ندروی. از نظر سعدی عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. گاه سعدی را در خردمندی بالاتر از سلاطین می‌بینیم، زیرا که آنها را پند می‌دهد. نکته جالب این که گاه سعدی تندترین سخنان را در مورد پادشاهان به زبان می‌راند. او با توجه به آشناییش به طبیعت متن دوستی حاکمان، تیغ نقد را در غلاف متن دارد. یعنی ابتدا آنها را مدح می کند، سپس انتقاد و پند را آغاز می کند. توصیه سعدی به حاکمان در مورد پرداختن به امور زیر دستان و فقرا. شنیدم که در وقت نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان، که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. او پادشاهان را پند می دهد که رعیت ها پشت و پناه حکومتند و نباید با آنها بی عدالتی نمود. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مرسلطنت را پناهند و پشت. نظر سعدی پیرامون انتخاب کارگزاران. خدا ترس را بر رعیت گمار، که معمار ملک است پرهیزگار. بداندیش توست آن و خونخوار خلق، که نفع تو جوید در آزار خلق. شک نیست سعدی نیز یک انسان است و مانند سایر انسانها می تواند اشتباهاتی داشته باشد. پس او را مانند یک انسان بدور از اشتباه به ستایی. نخستین واقعه ادبی پس از اسلام در ایران، نگارش شاهنامه فردوسی بزرگ بود. دومین واقعه مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی بود. و سومین واقعه ادبی در ایران پس از اسلام، نگارش گلستان و بوستان سعدی بزرگ بود. در صورتی که بخواهیم از چهار شاعر بزرگ و همتراز نام ببریم، می توانیم فردوسی بزرگ، حافظ بزرگ، سعدی بزرگ و مولوی بزرگ را نام ببریم. اختلاف سعدی با سایرین در این است که او در نثر نیز قلمی توانا داشته و در قله افتخار ایستاده است. و در آن سوی فرهنگ ایرانی نیز سعدی بیش از همه سخنوران دیگر ایرانی
اندیشمندان را به شگفتی همراه با ستایش برانگیخته است. از بین گویندگان شرقی، سعدی شاعری است که به خوبی میتواند مورد درک و دریافت اروپاییان قرار گیرد. سر ویلیام جونز از اولین شعرشناسان انگلیسی که برای نخستین بار دستور زبان فارسی را به انگلیسی نوشت، درباره سعدی گفته است: تا یکی دو قرن قبل ترجمه و نشر آثار سعدی در اروپا تحریم و ممنوع می‌شد، چون که شعله آزادی و تعقل با روشنایی خیره کننده‌ای در آنها می‌درخشید. رینولد نیکلسون که از بزرگترین استادان، محققان و مترجمان ادب و فرهنگ ایران و اسلام است، حقیقت جویی، بینش انسانی و بیان شیرین سعدی را ستوده است. گفتگو با انسانهای جهان دیده بسیار آموزنده و شیرین است. آنچه در گلستان سعدی بیش از هر چیز جلب نظر می کند، تجربه های فراوان، متنوع و کاربردی در زندگانی است. در این کتاب سیمای مردی باهوش، دنیا دیده، پخته و فکوری در نظرمان مجسم می شود که در سراسر عمر پر فراز و نشیب خود در شیراز و سایر شهرهای مهم دنیای آن روز از محضر بزرگان نکته ها آموخته و با طبقات مختلف از پادشاهان و وزیران گرفته تا افراد متوسط و عامه ارتباط داشته و با کاروانیان از هر دسته به سر برده و در هر جا علاوه بر آنچه که دیده کتابهای بسیار خوانده و جهان را از راه تجربه مستقیم آزموده و شناخته است. برخی از شیفتگان سعدی او را تا حدی مداحی کرده و مقامش را بالا بردند که نوشتند اگر قرار بود پیامبری پس از اسلام در ایران بیاید، سعدی همان پیامبر است و معجزه او کتابهای اوست. او در کتابهای بی همتای خود روش صحیح زندگی را به خوانندگان آموزش می‌دهد. دانش آموزان مکتب وی تنها پارسی گویان نیستند که او تمام آدمیان را خردمندان پند می‌دهد. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. گاتهای زرتشت کهن‌ترین اشعار به دست آمده در تاریخ ایران است. این سروده‌های زرتشت حاوی مطالب علمی و حکیمانه هستند که با خرد همخوانی دارد. سپس به شعر حماسی فردوسی بزرگ می‌رسیم که با اشعار حماسی و زنده کردن اسطوره‌های ایرانی، سعی در زنده کردن روح ایرانی و بازگرداندن اعتماد به نفس ایرانیان دارد که در اثر اشغال ایران توسط اعراب از بین رفته بود. در این اشعار به دلیل حماسی بودن گاه تشبیهاتی درباره جنگجویان و دلاوران آورده شده که با خرد همخوانی ندارد. پس از فردوسی بزرگ دوباره به اشعار غنایی سعدی می‌رسیم که اشعاری حکیمانه، خردمندانه و پندآموز است. سعدی مردی شریف و خوشنود بوده، از دروغ وحشت داشته، از زهد فروشی می گریخته و از نظر او
پست‌ترین عیوب زهد فروشی بوده است.